باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هیروشیمای ژاپن، دیداری تاریخی پس از 71 سال بعد از بمباران اتمی هیروشیما. آقای اوباما دقایقی پیش سخنرانی خودشون را آغاز کردند. من از دوستان ژاپنی خودم تشکر میکنم که به ما پیوستند. فراموش نکنید که این اولین دیدار یک رئیس جمهوری در طول خدمت خودش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا از شهر هیروشیما است. Admiral Sonoda and personnel from the Japanese self-defense forces. آقای اوباما سخنرانی خودشون رو با شوخی با حاضران شروع کردند و به این سخنرانی ادامه میدن. Your hospitality, serving Americans who are far away from home, means so much to our nation. آقای اوباما از شهروندان شهرهایی که در اونجا نیروهای آمریکایی پایگاه دارن تشکر میکنن به خاطر میزبانیشون. آقای اوباما میگن که من صحبتامو خیلی سریع ادامه میدم و به پایان میرسونم، چون که میخوام با تا جایی که ممکنه با شما دست بدم و خوشو بش کنم. من هیچ افتخاری بزرگتر از این ندارم که به شما ارتشی ها و نیروهای نظامی خدمت کنم، تا اینکه بتونیم همه ما صلح و آرامش بیشتری را در سراسر جهان حکم فرما کنیم. It's a reminder of the risks and the sacrifices that are part of your job. And it's a reminder that we can never forget that we have to honor all of those who have given everything. حضور ما در اینجا یک یادآوری است برای اینکه ما نباید فراموش کنیم کسانی را که جون خودشون را به خطر می‌اندازند برای برقراری آرامش بیشتر. این منطقه یک منطقه بسیار مهم هست برای امنیت ما، برای امنیت و امنیت مشترک ما. Working with our outstanding men and women who serve the armed forces of Japan. Now, as you know, this afternoon I will visit Hiroshima. And this is من امروز بعد از ظهر از هیروشیما بازدید میکنم، همونطوری که میدونید. Who were lost during World War II. It's a chance to reaffirm our commitment to peace. و در اونجا من تأکید میکنم که of a war where nuclear weapons would no longer be necessary. که دیگه اصلا بمب اتم یک ابزار ضروری نیست. Can be bridged. How our two nations, former adversaries, فراموش نکنیم که ما دو دشمن قدیمی بودیم، اما حالا تبدیل به بهترین دوستان شدیم. آقای اوباما در حضور نیروهای آمریکایی و ژاپنی در یکی از پایگاه‌های آمریکایی در ژاپن صحبت می‌کنند و می‌گوید که این پایگاه یک نمونه بسیار خوبی در برای نشون دادن دوستی، صلح و آرامش و شراکت آمریکا و ژاپن هست. شما در ماجرای طوفان بنگلادش، در ماجرای زلزله هایی که در منطقه رخ داد به سرعت عکس‌العمل نشون دادید و در سونامی ژاپن مشارکت داشتید. فراموش نکنیم که ما در کنار یکدیگر زندگی های زیادی را نجات دادیم. Today's Japan and today's United States. The values of freedom, the values of democracy, the values of human rights, ارزش‌های قانون، ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های دیگری رو که همه ما با یکدیگر در اونها شریک هستیم، ما تونستیم اونها را برقرار کنیم در این منطقه و در سراسر جهان. شما تونستید پایه‌های این ارزش‌ها را بنا کنید. Where's Captain Tessa Snow? Where's Tessa? You're out here somewhere, I know. There she is. Captain Snow is an Osprey pilot, and in the aftermath of the Kumamoto earthquakes last month,
آقای اوباما با یکی از نظامیان به یکی از نظامیانی که در اینجا حضور دارد اشاره میکنه و در مورد نقش اون در یکی از اتفاقات رخ داده طبیعی در این منطقه صحبت میکنن و در مورد نقش ایشون و میگن که تلاش های تو باعث شد که خانواده ای که در با مرگ دست و پنجه نرم میکردند نجات پیدا کنند و حالا اونها منتظر به دنیا آمدن فرزندشون هستند و بعد از این و اونها تصمیم گرفتند که دخترشون را به نام تسا بگذارند تا اینکه شاید اون هم بتونه ارزش هایی را که تسا داشته و اونها را به نمایش گذاشته دارای اون ارزش ها بشه. آیا اینها ارزش های نیروهای نظامی است؟ بله همینطوره. این کیفیت هاست که نمایندگی میکنه ارزش های ما را نمایندگی میکنه شرافتی که ما داریم در این منطقه به نمایش میگذاریم و ما به تلاش مشترکمون ادامه میدیم برای گستراندن امید در اینجا و در همه جای دنیا. من واقعا به شما افتخار میکنم و از مردم ژاپن برای میزبانیشون تشکر میکنم. خداوند همه شما را حفظ کنه و خانوادتون را و خداوند ایالات متحده آمریکا را حفظ کنه. آقای اوباما ثانیه‌های پیش در یک پایگاه هوایی آمریکا که در ژاپن هست صحبت کردند در دیدار تاریخی که از ژاپن دارند. این دیدار به این جهت تاریخی که امروز آقای اوباما قراره که از هیروشیما هم بازدید کنه 71 سال پس از اینکه اولین بمب اتمی تاریخ در این شهر توسط نیروهای آمریکایی فرود اومد.